این داستان کوتاهی است در مورد اینکه چگونه جنگ و درگیری میتواند بر نحوه نگرش جوانان به خود و جهان اطراف خود تأثیر بگذارد. این هم داستانی درباره نگرش به آینده پس از این تجربیات است. این محتوا ممکن است از نظر احساسی دشوار باشد. لطفاً قبل از تماشای آن به شیوه احساس خود فکر کنید. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که من کمتر انتظارش رو دارم. من ممکن است بیرون باشم و با دوستم در حال خوشگذرانی باشم. وقتی ناگهان صدایی یا بویی من را به گذشته می کشاند. هیچ کس دیگری نمی تواند شکاف های دنیای من را ببیند. اما آنها همیشه آنجا هستند. من خودم را پنهان می کنم. اما خاطرات همیشه من را پیدا می کنند. هرچه بیشتر اونها را نادیده می گیرم، اونها بزرگتر می شن. دنیایی که در اون احساس شکست میکنم، سرم درد میکند، احساس بیماری میکنم. من میخوام خودم رو با اون هماهنگ کنم، سعی میکنم عادی رفتار کنم، اما من هرگز نمیدونم چه زمانی چیزی به طور ناگهانی دنیای من رو تک تک خواهد کرد. گذشته هم من رو تنها نخواهد گذاشت. من همیشه خیلی عصبانی هستم. زندگی در اینجا سخت است. من همیشه خیلی خستم، اما از خوابیدن خیلی میترسم. چنان موقع است که کابوس ها می آیند. آن را متوقف کنید. من احساس میکنم من را تنها بگذارید. چرا اینقدر احساس عصبانیت میکنم؟ من نمیتوانم بخوابم. من میترسم. لحظه بود که تصمیم گرفتم از دور کردن افکار خودداری کنم. من شروع به مواجهه با ترس هایم کردم. من فهمیدم که می توانم تغییر کنم، که بتوانم شروع به کنترل آن کنم. همه قطعات بخشی از شخصیت من هستند، اما آنها تمام داستان من را توضیح نمی دهند. گاهی اوقات زندگی سخت است، اما همیشه می تونم چیزی رو برای شکرگزاری پیدا کنم. احساسات دردناک پس از جنگ و درگیری برای همه ما وجود دارد، اما آنها برای همیشه باقی نمی مونند. هر روز فرصتی برای تغییر است. اگرچه دفن کردن چیزها می تواند آسان تر باشد، پیدا کردن حتی یک نفر که با او احساس امنیت می کنید و سرگذشت شما را درک می کند، واقعا می تواند کمک کند. حتی از سخت‌ترین تجربیات هم می توان چیزی یاد گرفت و متوجه می شوید که اگرچه گذشته همیشه بخشی از شما خواهد بود، ممکن است طول بکشد تا قطعات دوباره کنار هم قرار گیرند. لازم نیست ماهیت شما را تعریف کند. خاطرات شما ممکن است شما را شکل دهند، اما آنها آینده شما نیستند. بنابراین در مورد شما چگونه است؟ قدم بعدی شما چه خواهد بود؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به اینجا مراجعه کنید. آسیب‌های دوران کودکی، جنگ و درگیری.